سلام برادر خاره عزیز خوش اومد میگم به کلیسای آلفا میگا چند روز پیش بود که من در مورد این موعظه امروز فکر میکردم چون خیلی مهم برای من اینه که یعنی برای ما خادمین مهم اینه که ببینیم که خدا هفته به هفته ما رو کدوم مسیر رو هدایت میکنه نمیخوایم فقط یک کلامی بگیم که گفته باشیم بلکه مهم اینه که ببینیم که در چه زمانی ما زندگی میکنیم و خدا هم همینطور چه مسیر رو میخواد ما رو هدایت کنه بعد از این خدا از من این سوال رو کرد گفته که الان یک جفایی در این دنیا مخصوصا برای مسیح اتفاق بیفته و ما در حال فرار باشیم و یک, یک اتمسفری میشه که دیگه نمیتونی بیشتر تصمیم بگیری الان چطور میتونی برنامه ریزی کنی بلکه بلافاصله فاصله یک اتفاقی بیفته و باید یک چمادون یک کوله کلو پشتی با خودت برداری چی میخوایی توی این کل پشتی یا تو این چمادون بذاری و من فکر میکنم که برای چیزایی که ما مرسی چیزایی که ما توی چمدو میذاریم برای چیزایی هستن که فکر میکنیم واقعا یه چیز خیلی لازم یعنی خیلی, خیلی مفید باید باشه یا میتونم بگم یه چیزی هست که اه برای زنده بودن ما تصمیم میکنه یعنی چیزایی هست که واقعا ربطی به زندگی ما به آینده ما داره الان تو این چند مدت چطور باید زندگی کنم چه چیزایی واقعا من احتیاج دارم من فکر نمی کنم الان توی جفا باشی توی فشارای باشی و زود باید فرار بگیری من تصمیمی هست که مثل اینکه فردا باید این تصمیم رو بگیری فکر نمی کنم الان لباس کوچلوار و شب رو ور میداری لوازم و آرایش رو میکنی به فکر کردن چه چیزهایی باید به با خودمون وردارم یا سه چار با سه کفش های مختلف باشه یا دمپایی یا بالش یا نمیتونم روغن ضد آفتاب من فکر نمی کنم این چیزهایی ورداریم بلکه چیزهایی احتیاج داریم چیزهایی ور می داریم که برای زنده بودن ما برای آینده مهمه این چیزی بود که خدا, خدا در موردشم اینطوری صحبت کرد شروع کردم به فکر کردم واقعا الان اتفاقی بیفته فردا باید فرار کنم چی باید با خودم بردارم و یه چیزی هست که خیلی فوری باید انجام بشه و این زمانم عامل مهمی هم هست که ما در اون زندگی میکنیم همزمان که در این فکری بودم که اتفاقاتی میافته در این دنیا و خواهد هم افتاد و کلام خودم این, این هم کرده همزمان هم, زمان هم طور که فکر میکردم خدا میگه که اگر بعد از دو ماه سه ماه در تابستون مت... یک کلیسا متوجه بشه که من میام یعنی داماد میاد که عروس خودش رو برو بویه از این دنیا ما چطور کلیسا چطور خودش رو آماده میکرد؟ ما میدونیم که عیسی مسیح ظاهرا نخواهد آمد قبل از اینکه ظاهرا بیاد اول میاد عنوان داماد در آسمون و کلیسا یعنی بیشتر عروس خودش رو می رو و اینجاست که خدا صحبت کرد گفته که گفته که الان کلیسا در چه حالی است در چه وضعی است آیا بی, بی علاقه هستند بی تفاوت هستیم اصلا باور می و اگر زمانی که این چیزایی که میشنویم چه تاثیری روی زندگی تو رو حالا الان مثل اینکه خدا به تو گفته من تابستون در ماه یولی میام چه اتفاقی میفته تو قلبت ما میتونیم نگاه کنیم میگیم آه سویزو من باور نمی کنم یا بگیم که اگر بگم که واقعیته چه عکس عملی چه چیزی در قلبت قرار میگیره های اولویت های تو عوض میشه یا همینطور اینطوری که زندگی میکنی ادامه میدی من فکر میکنم اینجاست که ما کسانی که واقعا دنبال عیسی هستن عنوان داماد دنوان خدا هستم و عیسی مسیح مرکز زندگیشو من فکر نمی کنم ما بی تفاوت باشیم بلکه واقعا فکر می کنیم الان امروز چه چیزی مهمه چه اتفاقاتی باید در زندگی من بیفته همینطور این مثالی که گفتم در مورد چمدان چه چیزایی هست که تو ور می داری؟ چه چیزایی هست که بیرون میدازی چه چیزایی هست که مهمه که برای خودت ور میداری فقط در مورد آمدن مسیح و در مورد عروس که صحبت می کنم این چیزی ربطی به چیزهای مادی نیست لوازم نیست بلکه ربطی به شخصیت داره و این قسمتی است که خدا خیلی واضح با من صحبت کرد که گفته که کلیسا چطور خودش رو آماده میکنه برای آمدن من و زمانی که در مورد چیزایی صحبت میکنه چه چیزایی باید از من ورداشته بشه چه چیزایی باید در من اضافه بشه و چطور میتونم به حال این عروس خدا رو باشم که خدا واقعا اون داماد واقعا راضی باشه ربطی به هر حال همینطور که گفتم ربطی به شخصیت عروس مسیح از, از نظر شخصیتی و رفتار مشخص میشه نه از طرف کاری که می کنیم، خدمتی می چیزایی انجام میدیم من فکر می کنم خیلی راحت میتونید اینجا فکر کنین اگه صبح تا شب من بتونم خدا را خدمت کنم و کارهای زیادی هم انجام بدم حتی دعا کنم روزه بگیریم هزار تا چیزایی انجام بشه فقط شخصیت مسیح و این صفت مسیح در من قرار نگیره، صفت مسیح در من قرار نگیره فایده نداره پس میتونم بگم فعال بودم همه کارا رو انجام دادم نواوت کردم یا یعنی نمیدونم خدمت کردم موعظه کردم تعلیم دادم فقط مسیح در من دیده نشده به این خاطر اینجاست که خدا ما رو یک میخواد در این روزهایی که ما زندگی میکنیم یه آگاهی بده یه هوشیاری بده زمانی که در, این قسمت هم همینطور در حال فکر کردم بودم که خدا چی می به ما بده همینطور در مورد ده باکره رو فکر می کنم آشنایی دارین این موعظه های توی کتاب مقا... توی کلیسا همون شنیدیم همینطورم هم امیدان همینطور یک تئاتری هم آماده کردن و همینطورم هم در ماه فکر می کنم آپریل پنج آپریل باید اینجا جلسه می داشتن و تئاتری تی... در مورد ده باکره متاسفانه نشد حتما در زمان مناسب فکر می کنم شاید ماه یو ماه یونی یا یولی بتونیم اینو انجام بدیم و و اونجا فقط نمیخوام برم در قسمت ده تا باکره فقط اینجا میبینیم که دو تا دو نوع گروه هایی وجود داشتن یک گروهی بود که نادان بود یک گروهی بود که داناست الان داناها رو میگذارم که نادان رو برمیدارم و زمانی که متوجه شدیم که زمانی که این شیپوری میاد و الان همه بیدار میشن میگن که داماد میاد آماده بکنیم و این داناها میدیم که چراغدونش رو برداشتن روغنش رو برداشتن و سمت عیسی مسیح سمت دامادش رفتن کیا باقی موندن نادانا بعد از این نادانا چه کاری کردن گفتن زو الان ما باید بریم زود روغن رو بخریم و شروع کنیم لامپ های خودمون رو آماده کنیم بعد از این دیدیم که زمانی که آمدن در بسته شد و اینجا خدا گفته که زمانی که ما در این زمانی که ما زندگی میکنیم و ما میگیم که مسیح به زودی خواهد آمد اینجا یک چون ربطی به شخصیت داره ربط چیزی نیست که الان بگیم که باشه اوکی الان من میدونم عیسی مسیح میاد الان دو دو هفته من وقت دارم چیزی که مربوط به شخصیت زمان طول میکشه الان ما نمیتونیم تو یک هفته شخصیت خودمون عوض کنیم یا تبدیل بشیم بلکه اینجاست که چون تبدیل شدن ربطی به راه رفتن با عیسی مسیح ربط داره به چقدر ما وقت گذاشتیم عیسی مسیح در من دخالت کنه ربط داره به چقدر خودم رو انکار میکنم ربط داره که چقدر من چیزایی که وابسته هستم رها میکنم ربط داره که چقدر حق از حق خودم میگذارونم این در طول یک هفته ما نمیتونیم عوض بشیم این یه زمانی طول میکشه و این پنج تا باکره نادان دیگه وقتشون نداشتن مثل این که تو خواب رفته بودن و زمانی که این شیپور آمد تا میخواستن بیدار بشن دیگه درها بسته شده و اینجاست که عیسی مسیح نه فقط به کلیسای ما اصلا کلا در این دنیا کلیسای خودش رو آماده میکنه عروس خودش رو آماده میکنه مهم اینه که این پیام رو که میشنوین چقدر با قلب تو صحبت میکنه و چقدر واقعا این مطلب رو جدی میگیریم و این قسمت هایی هست که من میخوام با شما در میون بذارم اینم ربطی به فقط شما نداره ربطی به من داره ربطی به مخصوص ما خادمینه که اینجا هستیم اول ما باید در این قسمت ها قدم ها رو ورداریم در این قسمت ما باید تبدیل بشیم به این خاطر این سرود آخری که انتخاب کردم هموتی کار او تبدیل هست مسی زنده هست و امروز میتونه تو رو تبدیل کنه و این تبدیل شدن روز به روز ادامه خواهد داد یک کسی که پیام رو شنیده با قلبش صحبت کرده شاید در حال خواب بودی شاید جدی نگرفته بودی فقط مخصوصا در این زمانی که در این های ما قرار گرفتیم میبینیم که این دنیا جای امنی نیست بلا فاصله یه اتفاق خواهد افتاد اون موقع که زمانی که بیفته الان بگی آها الان من چی باید الان انجام شم دیره ما باید دایما در این حال آماده شدن و آماده موندن بمونیم عزیزان به این خاطر قسمت اول که گفتم زمانی که تو جفا بیافت تو چمدون خودت رو چه چیزایی میکساری و چه چیزای آشخالا رو میندازی دور میگی که احتیاج نیست زمانی که به کتاب کولوسیان <trauma and religion> <الناس> <الناس> با باب سه اینجا می‌بینیم که آیه هشت اینجا در موردش صحبت میکنه و نه فقط کولوسیان تو افسیسیان هم تو جاهای مختلف هم در این قسمت هم صحبت میکنه و میگه که فقط این قسمت های کتا رو می‌خونم اینجا باب سه آیه هشت میگه اما اکنون باید همه اینها را از خود دور کنیم یعنی چیزهایی هست که باید دور کنیم آمدن مسیح ربطی چی گفتیم ربطی به شخصیت داره عروس ربطی به شخصیت داره به این خاطر چه چیزایی هست که با خودمون میخوایم ورداریم و چه چیزایی هست که شاید داریم الان باید از او دور کنیم و میگه که یعنی خشم عصبانیت بدخواهی ناسزا گویی و سخنان زشت و فش را از دهن خود دور کنیم به یکدیگر دروغ مگیم نگوییم زیرا آن انسانت قدیم را با کارهایش از تن چی کردیم؟ به در آوردیم یعنی بیرون کردیم این تمام چیزهایی هست که ما باید جدا کنیم این ربطی به عروس نداره این شخصیت بعد از این زمانی که تقریبا احساس کنیم همه تو چمدون رو میخوایم ببندیم الان میگه, میگه که تمام این چیزهایی که توشه این همه چی رو ورداریم بندازین دور و از آیه دوازده و سیزده میگه که پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است خیشتر را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر بپوشید یا توی چمدونتون اضافه کنید یا ملبس سازید و نسبت به یک دیگر بردبار باشید و چنان که, چنان که کسی نسبت به دیگران کدورتی دارد او رو ببخشد چنان که خدا شما رو بخشیده شما نیز یک دیگر رو باید ببخشید تمام این صفت هایی هست که الان ما باید در, در بیاریم یعنی ور داریم این صفت های مسیح هست که باید در ما قرار بگیره اینجاست عیسی مسیح اون داماده عزیز ما به این چیزا نگاه میکنه. نه چه چیزایی که مثال میگم ما کار میکنیم برایش خدمت میکنیم خدمت هست مهمم هست فقط مهم مهمتر از به چی شخصیت به این خاطر این چیزایی هست این صفتهای شخصیت عیسی مسیح دامادمون باید در ما قرار بگیره و همینطور که گفتم من در, یک روز دو روز سه روز اتفاق نمیافته. رشد یک فر فرایند است یعنی یه پروتسی هست زمانی که من میدونم که عیسی مسیح به زودی خواهد آمد و الان میدونم مثال من همین مثالی که گفتم که یک در ماه یولی یا آگوست میاد پس سعی میکنم جد و جد میکنم الان هر چیزایی که هست منو سنگین کرده که من نتونم رو بشم یا تمام چیزای بارهای گناه انسانت کنه همه باره همین ما رو وزنم انقدر زیاد میکنه که ما نمیتونیم به حضور خداوند بیایم یعنی شخصیت های کنه ما که ما اونجا روی ما تاثیر میذاره و ما نمیتونیم اونجا دیگه این شخصیت رو شخصیت مسیح رو یا تبدیل بشیم و اینجاست که میگم که رشد روحانی ما تبدیل شدن به شباهت مسیح یا میتونم بگم به عروس شدن زمان میگذاره احت... احتیاج هست که در این انسانتی کنا بمیریم از حق خودمون بگذارینیم آشتی کنیم سر رو بجوییم و خیلی چیزایی هست که توی کتاب مقدس نوشته الان نمیخوام بگم که چه چی چیزایی شما باید انجام بدیم مهم اینه که برای من این پیامی که خدا من به ما گفته که خودمون رو آماده کنیم به این خاطر این این موع... موعظه اینه که زمانی برای آمده, آمده شدن زمانی برای آمده... آماده شدن و من مطمئن هستم زمان نزدیک هست چیزی که ما میتونیم الان انجام بدیم که خدا همینطور دو هفته پیش ما رو هدایت کرد که روزه بگیریم دعا کنیم خدا رو جستجو کنیم یعنی با تمام دل باید خدا رو جستجو کنیم نه جستجو کنیم ببینیم که من آمدم برکت بگیرم من آمدم قدرت بگیرم خدا رو شکر خدا به من به وسیله فیض خودش به ما همه چی رو به ما بخشیده و میبخشه نه اجازه بدیم خدا مستقیم با تو صحبت کنه یه کسی که از آن به دقت گوش کنی یک کسی که واقعا متوجه شده و میخواد عروس مسیح بشه پس باید کنار بکشه نه به خاطر نه برای اینکه خدا منو برکت بده خدا من بیا با نور خودت در قلب من در فکرای من در اصلا انگیزه من نشون بده کجاست که من اشتباه میکنم، کجا چه لکه هایی در من قرار گرفته چه چیزایی تو میخوای از من برداری با روزه است با دعا است و حضور خدا رو جستجو کردنه و همزمان هم باید قس قسمت به قسمت مسیح مرکز زندگی ما باشه اون داماد مرکز زندگی ما نباشه عزیزان هیچ موقع عروس نخواهیم شد به این خاطر اگه یادتون باشه در ابرانیان باب سه هست اینجا خدا به قوم خودش اینجا صحبت میکنه میگه که امروز اگر آواز او رو بشنوی دل خود رو سخت مسازید و, و قوم خدای اسرائیل همینطور به خاطر بی ایمانش نااطاعتیش اصلا گوش نمی به این خاطر اینجا ادامه میده از این جهت به آن گروه خشم گرفته گفته گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند و راه های مرا نشناختند این عزیزان خدا نمیخواد با ما اینطوری رفتار کنه و بعضی و اکثریت شاید ایماندارا اینطوری هستن که در, در این گمراهی زندگی میکنن و اصلا راهی خدا خدا راستو نمیدونن ما فقط احساس میکنیم که به حال عیسی مسیح آمد نجات داد الان در حال حاضر فقط از یک برکت به یک برکت باید قرار بگیریم به این خاطر اینجاست که خدا اختار میکنه امروز اگه آواز منو میشنوید دل خود رو سخت مسازید ما, ما روزه و دعا تقریبا دو هفته پیش بود فکر میکنم قبل از قبل از قیام بود کنار کشیدیم ولی الان نمیدونم کیا هستن که روزه گرفتن من خودم هم همینطور کنار کشیدم من میخواستم برم سالی متاسفانه اینجا نشد رفتم گفتم من باید تنها باشم من میخوام صدای خدا رو بشنوم نه برنامه ریزی کنم نه چه کاری بکنم خودم من, من چه مشکلی دارم من در من چه لکهایی است چه چیزهایی در من هست که منو سنگین کرده که نتونم درست این صفات های خدا رو به دست بیارم و یا زندگی کنم شخصیت مسیر رو داشته باشم و همینطورم هم بود که زمانی که رفته بودم رفته بودم کلیسای مکزیکو چند روز اونجا زندگی کردم و خیلی سخت بود زمان سختی گذروندم بدترین فکر میکنم درد چیزی که در حال من این تجربه رو میکنم زمانی که خدا میاد و انگشتش روی ضعف‌های ما رو میذاره من رو ضعف منو میذاره زمانی که اینو نگاه میکنم یه دردی هست که شما من انتظار نداشتم اینو داشته باشم فقط زمانی که تو بخوای با تمام دل بطلبی خدا میاد به تو نشون میده ما معمولا اشتباهی ما اینه که ما میگیم خدا من بیا نشون بده نه فکر نمی کنم چیزی باشه همه چی اوکی همه چی درسته نه خیلی خدا رو شکر جلال بر نام تو اینطوری میریم فقط زمانی که در حضور خداوند سکوت میکنین سب میکنین سب میکنین سب میکنین خدا صحبت کن خدا هیچ چیزی نمیخوام جز از تو نورت بیار فکرای منو به حضور خودت بیار بعد از سه روز چهار روز بود که خدا یهو یه چیزای برای من نشون داد در مورد من که شوکه شدم از خودم قبل از اینکه وارد این تاریکی بشم هیچ موقع تاریکی منظور این سکوت بشم نمیدونستم اگر از من میپرسید میگفتم نه من اوکی من میدونم چند تا مشکلایی دارم فقط بعضی بعد تو این تو این نور خدا خدا نشون داد در من چیزایی وجود داره مثل ناسد دا... میگن ناس داقت؟ ناس میگن یا ها یا یعنی در قسمت‌های صادق نبودم در قسمت دیدم که کلاکای در من وجود داره در قسمت‌هایی هست که دنبال جلال خودم بودم اصلا هیچ موقع اینطوری فکر نمی‌کردم فقط زمانی که زیر نور خدا من میاییم یهو متوجه میشیم چه چیزایی در ما قرار گرفته چه چیزایی هست که ما از خودمون اطلاع نداریم اینجاست که درد اگر زمانی که به یک شخص دیگه نگاه میکنیم با مشکلات خودش حداقل میتونیم می باشه اون شخص این مشکلات رو داره حداقل میتونم من سعی کنم او رو نبینم فقط من از خودم نمیتونم فرار کنم یه چیزی هست که در من چسبید این خودم هم هستم به این خاطر اینجاست که خدا میگه که من میخوام الان دخالت کنم در زندگی تو چقدر وقت میذاری چقدر واقعا با تمام دل تو میخوایی من بیام دخالت کنم چه چیزهایی هست که زمانی که دعا میکنی چه چیزایی هست که خداوند تو ناراضی هستی تو میخوای جرایی کنی تبدیل کنی و این چیزای مهمی هم هست عزیزان که روزه نمیگرفتم وقت رو این نمی دعا نمیکردم زندگی من همینطور که قبل از این بود اینطوری ادامه میدادم پس عزیزان زمان زمانی مهمی هست الان برای من مهم نیست دیگران چی فکر میکنن مهم اینه که عیسی مسیح در مورد من چی فکر میکنه من می نمیخوام بارهایی روی زندگی من داشته باشم که نتونم برم در حضور خدا من یعنی زنی رو نشم این سمبولیک رو میگم به این خاطر که خداوند میگه که امروز که آواز منو میشنوید دلت رو نک... سخت نکن این پیامی هست که مطمئن هستم در این زمان برای ماست که خدا صحبت کنه هم هفته گذشته روز چهارشنبه هم که تعلیمی که دادم در مورد همون قسمت هایی که ما باید این جرأت رو برای خدا, خدا, داشته باشیم و اونجا اشاره کردم در مورد همون عیسی مسیح که یک تنابی برداشت یک تناب شلاقی ساخت و گرفت و این را اینها را از اینجا بیرون ببرید خانه پدر من به بازار تبدیل نکنید ما معمولا نگاه میکنیم هیکل خدا زمانی که عیسی مسیح رفت و اونجا همه کار رو کرد فقط فراموش نکن هیکل خدا خودت هستی تو هیکل رول قدوس هستی من هیکل رول قدوس هستم منظوری نیست که خدا با شلاق میاد منو چیز میگه، از همه چی رو از می میره این سمبولی... سمبولی که خدا میگه که اجازه بده من دخالت کنم و تمام چیزایی که در اینجا خرید و فروش یعنی تو دنبال فقط ارزا کردن زندگی خودت هستی بگذار همه چی رو بندازم دور بگذار من تو رو تبدیل کنم تو رو عوض کنم این خانه پدر من و این هیکلی که خداوند با خون خودش بازخرید کرده تو مال خودت نیستی من مال خدا خودم نیستم مال مسیح هستم پس کثیفش نکنم نجس نکنم چون من میدونم که با خون گرانبای عیسی مسیح بازخرید شدم این پیامی هست که عزیزان که خدا با ما صحبت میکنه در سفانیا نبی سفانیا میگن باب یک آیه دوازده خیلی جالبه که اینجا هیچ موقع این رو ف... نخونده بودم و زمانی که در حال جستجو هستی مطمئن باش خدا این گنج ها رو برای تو توی کتاب مقدس باز میکنه و اینجا نوشته که بعد آن زمان با چراغ در اورشلیم خواهم گشت یعنی مثل اینکه عیسی مسیح چراغ دون... چراغ قوه رو برداشته و میره توی اورشلیم و میگرده یا میگه که و در آن زمان با چراغ در اورشلیم خواهم گشت و کسانی را که با خیال راحت گناه می‌وزند و گمان میکنند که من کاری به کار من, من کاری به کار، کارشون ندارم پیدا کرده مجازات خواهم کرد نمیدونم درست خوندم یا نه دوباره میخونم میگه که من با این چراغ میام اینجا وارد زندگی خودت بشه میشم و کسانی که با خیال راحت گناه میوزند وابسته هستن توی دنیا کارهای خودش رو انجام میدن و گمان میکنن که من کارهای ایشان رو یعنی نمیدونم نمیبینم میگه که من اون موقع میام و مجازات میکنم مجازات منظوری نیست که خدا میاد اینجا تو رو کتک میزه از این از این فیزی که و از این خاندگی که خدا تو رو داره محروم میمونین عزیزان به این خاطر زمان نزدیک هست و به اندازه کافی عیسی مسیح اختار میکنه نصیحت میکنه ما رو و من میدونم که این فقط و فقط محبت خداست که ما رو نصیحت میکنه میلرزونه این رو نگاه میکنیم توی مکاشفه باب سه آیه سه که اصلا از این کلان این هفتا کلیس که هست از این هفتا کلیسا ها میبینیم که پنج تا کلیس مشکل داشتن که اینجا خداوند میاد که اختار میکنه نصیحت میکنه و میگه اگه تو این کار رو نکنی اگه این کار رو نکنی اگه توبه بازگشت نکنی و زمانی که در مورد کلیسا صحبت میکنیم یعنی میگه که خدا میگه که به فرشته خودش برو به کلیسا مثال میگم کلیسا فیلادلفیا یا لاودیسیا بگو معذور کلیسا یعنی چی؟ یعنی شما من و تو زمانی که خدا اینجا صحبت میکنه و میگه که در کلیسای ساردس میگه که اعمال تو رو میدانم که نام نامی داری که زنده زنده ای ولی مرده هستی این به کلیسا فقط نمیگه به فرد میگه تو شاید اینطوری هستی که من فکر میکنی من زنده هستم همه چی اوکیه فقط خداست که نگاه میکنه ببین تو زنده نیستی به هستی ما زنده شدن خودمون رو فکر میکنیم به خاطر اینکه فعالیت میکنم کارهایی انجام میدم مشغول هستم زنده هستم نه خدا نگاه میکنه به روحی که در تو گذاشته چقدر او زنده هست چقدر مسیح در تو اینجا قرار گرفته به این خاطر ادامهش میگه پس به یاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن و توبه نما زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دوز بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو متلا, متلا نخواهی شد یعنی تو متوجه نخواهی شد به این خاطر میگه که بیدار شو این یک اختاری هست نه به خاطر اینکه خدا میخواد بدی کنه نه چون چیزای خوب رو میخواد به تو ببخشه فقط مت... متاسفانه بعضی وقت خدا باید با کلام خودش ما رو بلرزونه که واقعا متوجه بشیم که او جدی با ما صحبت میکنه و اینجا هم ربطی نداره که چند سال ایماندار هستی ربطی نداره ده سال، 15 تا 20 سال، سی سال ایمانداری مخصوصا برای کسانی که عزیزان واقعا تو این چند روزم که فکر میکردم مخصوصا کسانی که بیشتر از ده، 15 20 سال ایماندارن هستند باید مواظب باشن چون خدا عیسی مسیح خودش میگه که آخرین ها اول میشن اولی ها آخر میشن چرا؟ اولی ها یه انقدر دیگه بعد از یه مدت فکر میکنن همه چی رو میدونه یه پوست کلوفتی میندازن میگه من مشکلی ندارم این یک اختاری عزیزان الان نمیدم ده سال پونزده، بیس سال ایماندار هستی؟ کلام و خدا این نگاه نمیکنه چند سال بیدار هستی چقدر شخصیت مسیح در تو قرار گرفته چقدر در این فروتنی چقدر در خود گذشته زندگی میکنی این چیزایی هست که خدا نگاه میکنه به این خاطر کسانی که تازه ایمان آوردن هنوز نوزاد هستن هنوز چیزها یاد نگرفتن یواش یواش هست که اونها یاد میگیرن فقط بیشتر در این قسمت باید مواظب باشیم چون ما مسیحی ها یعنی اصلا کلا انسان شخصیت اینجوری بعد از یه مدت یک چیزی عادت میشه زمانی که عادت شده آها این کلام رو میشناسم آها این چیزها آه رو میدونم آها این موعظه رو شنیدم همه چی خدا به خدا امکانی نمیدیم با خود با ما صحبت کنی به این خاطر خیلی مهمه در این قسمت همون کلیساهایی که عیسی مسیح اینجا چیز اختار میکنه و ببینی که در مکاشفه حتی باب 16 آیه 15 یعنی زمانی که الان اونجا هست که واقعا توی جفاها اونجا قرار گرفتن مخصوصا اونجا میگه که اینک چون دوز میایم خوش به حالی کسی که بیدار شده رخت خود را نگه دارد مبادا اوریان اوریان راه رود و رسوایی او را ببینند خوش به کسی که بیدار شده و امید من برای خودم عزیزان و برای کلیسا آلفومگا ما بیدار باشیم بیداری سرصدا چیز کردن نیست سرصدا کردن نیست پرستش داد زدن نیست بیدار در روح باید بیدار باشیم و یه کسی که در روح بیداره دیگه اون موقع اوریان نیستی بلکه جلال خدا ما رو پوش، پوشونده توی کلیسای لاودسیا که اونجا صحبت میکنه با به سه آیه اول اینجا صحبت میکنه اعمال تو رو میدانم که نه سرد و نه گرم هستی کاش که سرد بودی یا گرم پس چیه این اختاری هست نصیحتی هست میگی که تو ولرم هستی نه این هستی نه اون هستی و مسیحات در مسیحات مسیحان در قرن بیست و یکم که ما هستیم ولر من اون قدم شهوت های دنیا قرار گرفتیم هم دنیا هم میگونیم هم مسیر رو و با دو تا پاهایمون میلنگونیم دنیاست سازش با دنیاست لذت های دنیاست و همزمانم کلیسا این هم کلیسا رو باید بیایم چون حقیقت و عیسی مسیح زنده هست و اینجاست که خدا میخواد تکون بده میگه که آیا واقعا من مرکز زندگی تو هستم من هر چقدر تو مسیحی هست اینجا همونطور باب سه میگه که آیه 20 میگه اینک بر در ایستادم میکوبم اینا استفاده میکنیم این کلام رو استفاده میکنیم برای بی ایمانان. او جلو تو ایستاده این عزیزان برای کلیسا نوشته برای ایمانداران نوشته عیسی مسیح بعضی وقت هست که کلیسایی هستن که جشن میگیرن پرستش میکنن فقط عیسی مسیح بیرون از کلیساست. چون همه دور خودشون میچرخن و همینطور هم میتونیم یک فرد رو نگاه میکنیم ما میتونیم خیلی چیزایی انجام بدیم و عیسی مسیح بیرون از قلب تو قلب تو نیست منظور من یعنی مرکز زندگی تو نیست تا تولد تازه رو داری نجات رو داری فقط عیسی مسیح مرکز زندگی تو نیست تو تبدیل نشدی به شباهت خدا تو زندگی گناه تو یا زندگی کهنه تو رو زندگی میکنه به این خاطر اینک بر در ایستادم و میکوبم اگر کسی آواز بشنود و در رو باز کند به نزد او در خواهم آمد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من اشا یعنی یک شدم با مسیح و اینه که خدا میخواد این یک شدن ما در پاک نگه داشتن تمام چیزهای کهنه رو بگذاریم و چیزهایی که صفتهای مسیح رو دریافت کنیم اینجاست که تبدیل میشیم بعد از این میگه که آنکه غلبه آید این را به وی خواهم داد یا اینجاست همینطور خدا زمانی که نصیحت میکنه بلا فاصله اون طرف دیگه هم نگاه میکنه میگه چه چیزهایی هست که منتظر توست عزیزان این را به آنکه آن غلبه آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند. من فکر میکنم این عروسه که با دامادش روی تخت میشینه و حکومت میکنه. هر که غلبه آید. چنان که من غلبه یافتم و با پا پدر پدر خود بر تخت او نشستم هر کی گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چی میگوید پس اینجا هم دوباره یک اختاری هر کسی گوش دارد عزیزان هر کسی واقعا این کلام رو میشنوه و شروع میکنه به فکر کردن حضور خدا رو جستجو کردن و جدی گرفتن مطمئن باش خدا با تو صحبت خواهد کرد چون آرزو اوست که با تو صحبت کنه و تو رو آماده کنه چون تو رو خوانده برای برای عروسی با او بتونی یک بشی برای کلیسای کلیسای فیلادلفیا که یک کلیسایی هست که تمام چیزهای مثبت هست که اینجا نوشته باب سه آیه ده و یازم میگه که چون که کلام صبر ما رو حفظ نمودی یا ترجمه دیگه میگه یا حال که فرمان من رو به, پا به پایداری نگه داشتی من نیز تو را از ساعت آزمایشی که بر کل جهان خواهد آمد تا ساکنان, ساکنان زمین را بیازمایم در امان خواهم داشت چرا؟ چون امین برای خداوند اینجاستی و فرمانای او رو نگه داشتیم بعد از این میگه به زودی میایم پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو رو بگیرد اینجا هم دوباره میگه این چند سال پیش بود که در روزه و دعا بودم تو بر... تو برلین بودم رفته بودم اونجا همینطور از خداوند دعا میکردم و در فکر میکنم در اه... دو روزی بود که تو اونجا جلسه شبانان داشتیم و کنفرانسی در در دو روز دو تا این آیه ها رو از خداوند گرفتم که اینجا میگه که به زودی میایم پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو رو بگیرد پس یه کسی میتونه بگیره اگه من مواظب نباشم این اتفاقات خواهد افتاد هر که غلبه آید او رو در هیکل خدا, خدا خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدا نام خدای خود را و نام شهر خدا خدا خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از آسمون از جانب خدا من نازل می شود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت آنکه گوش دارد بشنوه که روح به کلیسا و به شما چی میگوید الان افرادی هم هستن که میگن که باشه و که الان فکر نمی کنم ایسا مسیح به زودی بیاد الان فکر میکنم هنوز طول میکشه درسته منم هیچ موقع نمیگم که الان در ماه یونی، یولی، آگوست میاد، امسال میاد، سال دیگه میاد، شاید پنج سال طول بکشه من نمیتونم بگم فقط همینطور که گفتم برای تبدیل شدن تبدیل شدن به شخ... شخ... شخصیت مسیح یا زمان طول میکشه از امروز میتونه میتونی شروع کنی فقط اما میتونم میتونم می بگم تو نمیدونی فردا چه اتفاقی میفته یه تصادفی یک ویروس یه چیزی به وجود میتونه بیاد که بمیری زمانی که تو مردی یه اتفاقی بفته خدا نکنه دیگه اونجا عیسی مسیح برای تو آمده است اینجاست که باید واقعا دقت کنیم و با ترس خداوند این قدم ها رو ورداریم و این مخصوصا در این زمان آخر باید مواظب باشیم این کلامی که خواهر برادر عزیز که صحبت میکنم نه به خاطر اینکه شما رو بترسونم این کلام هم همینطور که گفتم برای خودم هم هست ربطی نداره شبان هستم شبان نیستم یا شما چه خدمتی چه کارایی میکنی ربطی داره با چه ترس خدا من من اینجا خودم را شروع میکنم آماده کردن و مخصوصا این زمان هایی که اتفاقات میفته باید ببینم که خیلی زود چیزهای بدتری شاید هم اتفاق بیفته چمدون خودمون رو باید ببندیم عزیزان چه چیزهایی هست که باید بندازیم دور چه چیزهایی هست که میتونیم با خودمون برداریم تنها چیزی که ما میتونیم با خودمون برداریم چیزهایی هست که مربوط به ملکوت خداست و اینجاست که خدا ما رو تشویق میکنه که اجازه بدیم او در ما دخالت کنه و همینطورم صفت های شخصیت داماد در ما شکل بگیره این آخرین آیه رو میخوام بگم زمانی که یحیایی تمیده هنده که آمد او برای چی آمد؟ آمد که راه رو برای عیسی مسیح باز کنه آماده کنه که عیسی مسیح بیاد و خیلی ها هستن که اینجا آمده بودن یهودی ها آمده بودن فریسی ها آمده بودن کاتبان ها نمیدونم چیزهایی آمده بودن و زمانی که یحیایی تمید دهنده اونجا یهودی ها رو به توبه و بازگشت هدایت میکرد اونجا می و به خاطر اینکه ما می ما فرزندان ابراهیم هستیم ما این جای جایگاه ماست و اینجا خود یحیای تمدیم دهنده میگه که اکنون سمره شایسته توبه بیاورید و این سخن رو به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است زیرا که به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزد فکر نکنیم ما الان مسیحی هستیم تولد تازه رو داریم همه چی رو داریم اینجا خدا میگه که اکنون سمره شایسته توبه رو بیاریم و اینجاست که خدا حال در زندگی تو دخالت خواهد کرد و تو رو تبدیل میکنه برای این زمان آخر زمان ها عوض میشن عزیزان فقط تغییرات و پرینسیپ های خود عوض نمیشن و این کلامی هست که خدا توی قلب من گذاشته که با ما در میون بذارم که کلیسای مجید خودش آماده بکنه برای آمدن عیسی مسیح آمدن داماد و خوب میشه الان یک با هم دعا بکنیم الان نمیدونم چقدر این کلام با قلب تو صحبت کرده من مطمئن هستم زمانی که کلام رو جدی بگیریم وقت تنها برای خداوند بذاریم و بریم خدا رو جستجو کنیم بطلبین و خداوند میگی مستقیم با من صحبت کن از آن این چند روزی که در حضور خداوند بودم هیچ چیزی نمیخواستم من گفت کنم تا خودت صحبت نکنی من چیزی دیگه نمیخوام بیا صحبت کن روز سه روز چهار روز طول کشید بیا چیزی نمیخوام بشنوم جز از صدای تو مشکل من چیه مشکل من چی اون موقع یعنی مثل اینکه با با میگم با تمام دل این رو اینجاست که خدا صحبت خواهد کرد و خواهی دید یک آزادی هایی به دست های نورد که هیچ موقع نداشتین به این خاطر با هم یک دعایی بکنیم بعد از این می با هم دو تا سرودهای آخر بخونیم و دیگه موقع هم شما رو به دست های مسیح میگذارم که قدرت داره ما رو هدایت کنه تبدیل کنه عیسی جان تشکر میکنیم در این زمان آخر با ما صحبت میکنی خداوند اتفاقاتی که در این دنیا میفته خداوند میبینیم که از یک روز به یک روز همه چی میتونه عوض بشه و دنیا یک جای امنی نیست تو خودت هم گفتی این دنیا از بین خواهد رفت یه جایی نیست که خداوند بتونیم زندگی خودمون رو سرمایه گذاری کنیم خداوند فقط دعای ما اینه که خداوند با این کلام ما رو تشویق کن روال القدس هر چیزایی که در ما مرده خداوند زنده کن و این اشتیاق رو در قلب ما بکسار خداوند که واقعا جد و جد کنیم دنبالش بریم خداوند خدا من خدا دعا میکنم این پرده هایی که جلوی چشم ماست خداوند وردار که بیشتر با خودمون آشنا بشیم عیب های خودمون رو لکه های خودمون رو ببینیم هر لکه یک باری هست که خداوند ما رو میکشه پایین خداوند خداوند کمک کن عیسی از احتیاج واقعا به کمک تو داریم بیا خداوند هدایت کن که نه فقط آخر خدمت و کار و عطاها دیده بشه بلکه فقط شخصیت تو تشکر میکنیم خداوند که دعای ما رو میشنوی خداوند همینطورم هم من عمل خواهی کرد چون خدای وفاداری هستی در نام توی سمسی می طلبیم آمین و آمین